امیدوارم حال همه عزیزان خوب باشه. صدای بنده الان واضح هست برای همه عزیزان؟ خب بسیار. من ابتدا تصویر رو به اشتراک بذارم، یک دقیقه صحبتی با عزیزان داشته باشیم. دوستان من فقط با اینترنت خونه داخل کلاس هستم و در حد اگر حالا 1% صدا یا تصویر یا هر چیزی قطع شد، من حواسم هست، نهایت بعد چند دقیقه مجدد وصل میشم و این مشکل هم برطرف میشه. خب دوستانی که حالا تا باقی دوستان اضافه شدن، من چند سوال از عزیزان بپرسم. دوستانی که اولین بارشون هست که با بنده کلاس دارن، لطفا عدد 1 رو داخل چت ارسال کنن. افرادی که حالا دفعات بیشتری هست که بنده در خدمتشون بودم، عدد 2 که من ببینم وضعیت کلاس به چه شکله. بنده از تیم آموزش کارگزاری مفید در خدمت شما هستم. در کلاسایی که شما مشاهده میکنید داخل تقویم قرار میگیره، داخل تقویم سایت آموزش مفید قرار میگیره. طراحی و برنامه‌ریزیش با تیم آموزش هست. مقالات با به همین شکل، کلیاتش با تیم آموزش هست. دوره‌های ویدیویی هم طراحی و در حقیقت تدوین و موارد دیگه‌اش با تیم آموزشه. و شما حالا در انتهای کلاس که یک نظرسنجی قرار میگیره، علاوه بر این که نظرتون رو در مورد کلاس امروز حتما ثبت بکنید که بنده بخونم و در حال اگر کمی کاستی بود بتونیم جبران کنیم، نظرتون رو در مورد حالا دوره هایی که دوست دارید به سایت اضافه بشه، مقالاتی که نیاز دارید، کلاس هایی که اسم میکنید نیازه، اعلام بفرمایید که انشالله بتونیم کلاس ها هم داشته باشیم. من یک خالص جدید رو برای دوستان که آشنا نیستن توضیح بدم. شما وقتی وارد سایت آموزش مفید میشید، learning.imofid.com، صفحه اول یه گزینه داره که از کجا باید شروع کنم. رو اینکه کلیک بکنید به شما میگه چه موضوعی رو مثلا دوست دارید یاد بگیرید. شما مثلا میزنید انواع تحلیل. حالا بعد از روش‌های تحلیل، مثلا چه روشی؟ مثلا تحلیل تکنیکال. شما میبینید که اینجا مثلا 5 تا سرفصل اصلی براتون از تحلیل تکنیکال نمایش داده میشه که اینها در واقع هر کدومش یک در واقع حالا متشکل از متن و ویدیو به ترتیب قرار داده شده. یعنی از 0-0 که تحلیل تکنیکال چیست شروع میشه، حالا فصل آخر و قسمت های آخر که دیگه میرسیم به حالا به قوانین امواج الیوت و استراتژی های مختلف و پرایس اکشن و موارد دیگه که یعنی از در قد الف تا انتها در قد بر شما تحلیل تکنیکال مثلا قرار داده شد. همچنین حالا روش های تحلیل دیگه، مثلا تحلیل بنیادی هم با شما بزنید به همین شکله که برای شما یک در حقیقت حالت نقشه راه کاملی قرار داده شده که کاملا رایگانه. کلاس های ما رایگانه، کلا تمامی خدمات آموزش مفید برای شما به صورت رایگان قرار گرفته، میتونید استفاده کنید. الیوت و پرایس اکشن هم برگزار میکنیم معمولا. الان مثلا همین فردا مبانی پرایس اکشن داریم ساعت 5 تا 7 مبتنی بر پول هوشمند. الیوت هم هر چند وقت یه بار برگزار میکنیم، یعنی به این صورت نیستش که الیوت نداشته باشیم. الیوت هم برگزار میکنیم. من دارم دنبال الیوت میگردم که خدمت دوستان نشون بدم که ببینید همه کلاس ها رو ما تقریبا پوشش میدیم و برگزار میکنیم. مثلا اینجا 9 استراتژی معاملاتی مبتنی بر ایچیموکو الیوت داشتیم. کلاس برگزار شده خیر ضبط نمیشه، ولی خب به صورت دوره اینها تکرار میشه، شما میتونید استفاده کنید. استاد یک دوره پیشرفته با مثال واقعی بک تست یک استراتژی برگزار بفهمید. بک تست استراتژی که در حد دورهش هم باز داریم، یعنی شما تو قسمت دوره های ویدیویی برید دوره ویدیوی بک تست تحلیل تکنیکال، اینجا به صورت کامل در حد به شما اینکه چجوری استراتژی خودتون رو در حد تست بکنید و موارد دیگه توضیح داده شده، میتونید استفاده بکنید. الیوت هم خدمتتون نشون دادم. میگم الیوت رو حالا به صورت تنها چون آیس جواد ترجیح میدن با ایچیموکو ترکیب کنن که اثر بخشش بهتر بشه، ولی الیوت رو هم کامل توضیح میدن. ولی خب ما تو متنامون هم در قطع داریم، یعنی الیوت سرچ کنید براتون میاره. چشم، نظرتون رو داخل اون لینک هم که در انتها میذاریم حتما قرار بدید. امکان داره یکی از گزارش های هفتگی مفید رو تحلیل بفرمایید؟ معلومه خیلی جان قرار میره بعدا. بله حتما، حالا سعی میکنم سری کلاس های اینا رو حالا نظرات رو داخل نظرسنجی هم بذارید، باز موندگار میشه و بنده مجدد میبینم. چشم، الیوت هم سعی میکنیم بذاریم. آیا آل بویا هم حالا مدتی که با ما همکاری نمیکنن، انشالله به زودی از ایشون هم استفاده بود. گفتن استاد این چه سایتی بود؟ این سایت آموزش مفید هست، در حقیقت همین سایت learning.imofid.com که من لینکش هم میذارم اگر در شخصی نظره استفاده کنن.
دقیقا مقاله تو همین سایت هست، تو قسمت مقالاتش برید هست، آپشن پیشرفته بذارید، آپشن پیشرفته هم داریم. دقیقا شما تو قسمت کلاس ها مثلا همین شنبه بود فکر کنم، یا یک شنبه، نه بذارید ببینم چه روزی بود، آه چهارشنبه، الان چهارشنبه استراتژی ترکیبی اختیار معامله رو داریم، 1.245. شما میتونید این کلاس شرکت بکنید، استراتژی اسپرد رو در حقیقت خدمتتون توضیح میدن که حالا خیلی پیشرفته هست. کلاس های اکبری من ضبط شده نیست، نه کلاس ها ضبط شده نیستش. چشم، خب دوستان به نظرم حالا باقی دوستان اضافه شدن به کلاس، من یه بار سوالات و اول کلاس حالا پرسیدم و جواب دادم سوالات کلی آموزش کتاب، باقی از به کلاس اضافه شدن، الان میریم وارد مبحث کلاس میشیم. دوستان کلاس امروز کارگاه تحلیل تکنیکال، ما تو این کلاس در حقیقت نیاز نداریم که مثلا یک موضوعی رو بیایم صفر تا صدش رو به شما آموزش بدیم یا موارد دیگه. این کارگاه هدفش چیه؟ ما میایم سهام های مختلف که حالا خودتون داخل چت میگید، حالا ما به نظرمون در حقیقت نکته مهمی توش وجود داره یا موارد دیگه رو میریم با هم دیگه چک میکنیم. من چندین روش تحلیلی رو اون نماد پیاده میکنم و مثلا هی نظر شما رو میپرسم، مثلا اول با یه روش عادی تحلیلش میکنم، بعد مثلا شما میگی آقا این مثلا خوبه واسه خرید، واسه فروش خوبه، واسه نگهداری خوبه، بعد مثلا یه تحلیل با یه دید دیگه، با یک نگاه دیگه تحلیلش میکنم، باز نظر شما رو میپرسم که شما ببینید هی با روش های مختلف شما اگه ترکیب کنید ممکنه دیدهای مختلفی بگیرید و حالا حین کلاس هم قاعدتا ما اون روش ها رو که توضیح میدم شما یک مروری هم براتون میشه دیگه، یعنی یک مروری هم میشه اون روش که دقیقاً به این شکل هستش. خب بریم حالا ببینیم که از کجا شروع بکنیم. نماد حالا من همجور شانسی فاراک رو مثلا بریم ببینیم که دوستان داخل چت گفتم، من فقط تصویر رو ببرم رو خود دقیقاً نمودار که دوستان بتونم چت از دانم همزمان بخونم. خب فاراک رو من بیارم. خب این هم حالت لوگاریتم. دوستان همیشه تو دقیقا میخوان یه نمودار رو تحلیل کنین، نمودارتون رو حالت لوگاریتمی بذارید. این هم حالا برای کسانی که نمیدونن لوگاریتم حتما روشن باشه که دقیقا دقیق تر بتونید تحلیل کنید. خب دوستان الان اصلا هیچ نموداری روی این سهم نیست دیگه، هیچی معنی ننداختم، هیچ تحلیل هم نکردم، میخوام نظر شما رو بدونم. به نظر شما این نماد الان برای خرید خوبه یا مثلا اگر کسی داره بفروشه، اگر مثلا کسی داره نگهداری کنه، یعنی خرید فروش نگهداری، این سه تا گزینه هست که شما دارید، میتونید داخل چت بنویسید که با هم دیگه ببینیم به چه شکله. خب دوستان میگن نگهداری فروش عالی برای خرید، میبینید نظرات خیلی متفاوته، یک سری ها میگن خرید، یک سری میگن فروش، یک سری نگهداری، واقعا تو واقعیت بازار هم همینه، نظرها معمولا خیلی متفاوته و در حد حالا هر کی از دید خودش به موضوع نگاه میکنه. بریم حالا من یه تحلیل عادی روش پیاده کنم، اول با بیسیک تحلیل، تحلیل که تحلیل تکنیکال کلاسیکه و بعد حالا موارد دیگر هم روی نمودار اضافه میکنیم با هم چک میکنیم. خب کلاسیک ترین دیگه تحلیلی که ما بخوایم با هم بررسی کنیم، بعد اول بیایم یه خط روند بکشیم، خط روند نزولی. یک سری از دوستان شاید بگن این خط روند خوبیه، مثلا خط روند نزولی ما بکشیم. بله دوستان این میتونه یک خط روند خوب براتون باشه، اما این هم خط روند بدی نیست. حالا چرا شاید بگید که مثلا چرا دوتا کشیدید؟ دوستان خط روند شما میتونید بی نهایت خط روند بکشید. علتش چیه؟ علتش اینه شما هر دوتا سقفی رو، هر دوتا نقطه سقف قیمتی، منظورم این سقف مثلا با این سقف، به هم دیگه وضع کنید، یه خط روند براتون تشکیل میشه و خط روند اشتباهی هم نیست. الان مثلا شما این دوتا خط روند و دوتا سقف رو به هم وصل کنید میشه این خط روندتون، این دوتا رو به هم وصل کنید میشه این خط روندتون و هر جفتش هم خط روند درستیه. اما حالا شاید بگید خب آقا من اینا رو کشیدم، بالاخره اینا کدومش حالا بهتره، مثلا شاید اینم خط روند باشه دیگه، بذارید مثلا اگر منظورم شاید سوال بپرسید پس اینم یک خط رونده دیگه، چون این سقف با این سقف هم وصل شده، بله اینم یک خط روند حساب میشه. اما آیا الزاماً همه خط روندها خط روندهای مهمی هستن؟ نه. ما چجوری باید خط روندهای مهم رو تشخیص بدیم؟
دوستان معمولا یک سمت قله ها و دره های متفاوتی داره. ما باید اون قله ها و دره های مهمتر رو سعی کنیم به هم دیگه بکشیم. خب این قله که واضحه چرا مهمه، چون اصلا سقف قیمتی ما بوده و بعد شماره ریزش داشته، پس این قله قله مهمه. این قله هم نسبت به قله های ریز دیگه ای که میبینید اینجا داریم که مثلا قیمت نتونسته زیاد واکنش بهش نشون بده و حالا سری مثلا قله کوچیکه دیگه، میبینید اصلا عمقی نداره، مثلا قبلش روند صعودی پرجوری نداشتیم، بعدش هم روند نزولی پرجوری نداشتیم، بعدش دوباره مثبت شد. اما مثلا این قله رو شما ببینید یک روند صعودی حداقل ایجاد شده، بعد دوباره روند نزولی رفته، یعنی قله معتبرتری حساب میشه نسبت به این قله. و یکی از معیارهای انتخاب خط روندتون این باشه که قله های مهم رو به هم وصل بکنید. حالا قله یا دره دیگه تو روند نزولی قله میشه، تو روند سودی دره های قیمتی میشه. نکته دوم این که دوستان سعی کنید خط روندی رو انتخاب کنید که حداقل به قیمت شما یه حد نزدیکتر باشه دیگه. الان مثلا این خط روند با این که حالا یه قله مهمیه اما از قیمت ما خیلی دوره دیگه، قیمت ما در قد حدوده فکرم 30-40 روزی است که ازش رد شده از این خط. بهتر خب بریم پس یه خط روند جلوتر، یعنی این یکی باز برام ملاک بهتری حساب میشه چون یه مقدار باز نزدیکتره به حال حاضر قیمت. به خاطر من توصیه میکنم که چون نزدیکتره این خط روند مثلا میتونه یک خط روند حتی بهتری برای ما باشه. شیبش هم نرمال تره دیگه، میبینید اون یکی که ما میخواستیم بکشیم شیب تندی داشت، این یکی ولی شیب تقریبا در حد کمی داره. خب این خط روند نزولی ما، پس این نقطه هم خط روند نزولی ما شکسته شده. من حالا اینجا میخوام سوال بپرسم دوستان، آیا موقعی که خط روند نزولی ما شکسته میشه الزاما ما یک روند صعودی در پیش داریم؟ خب یه سری دوستان دارم میگن خیر، سری دارم میگن مثلا رنج. یکی از دوستان پرسید چرا دومی خط رو ترجیح دادی؟ خدمتتون گفتم چون نزدیکتره به قیمت، اینو اگر میکشتم خیلی دور بود دیگه از حال حاضر قیمت، این یکی نزدیکتره و اینکه قله های مهمی هم به هر حال داره و تعداد برخورد های بالایی هم داره، میبینید همینجا 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 همینجا، ولی اونم خط روند بدی نبود ولی خب قیمت ازش دیگه خیلی دور شده. خب تبدیل خط به حمایت بعد صفحه قبلی رو رد کنه. خب دوستان دقیقاً همونطور که حالا بیشترتون در حد اشاره کردید به این نکته، ما وقتی یک خط روند نزولی شکسته میشه الزامی وجود نداره که یک روند صعودی داشته باشیم. ما بعد رفتار قیمت رو وقتی خط روند شکسته میشه ببینیم. موقعی هست که خط روند شکسته میشه شما میبینید که قیمت داره کفهای بالاتر میزنه، میبینید یعنی کفهاش پله پله میره بالاتر. خب شما میای خط روند صعودی میکشی میگی آقا روند فعلیم صعودیه. بعضی وقت میبینید نه، مثلا قراره یک مثلا اینجوری حرکت بکنه، نه کفاش میره به سمت بالا که بگیم آقا سعودیه، نه سقفای پایین تر داره میسازه که مثلا بگیم نزولیه. سقف و کفاش حدودا تو یک ناحیه مثلا حدودی قرار میگیرن، خب اون موقع میشه یک حالت رنج. بعضی اوقات میبینید با اینکه یک خط روند نزولی شکسته شده باز میاد به نزولش ادامه میده، میبینید یعنی ممکنه دوباره بیاد هی دوباره سقف های پایین تر بسازه، اما خب یه ذره شیبش کمتر شد، یعنی داشته باشه شیب میومده یه ذره ممکنه شیبش کمتر بشه. پس هر سه تا حالت ممکنه، این رو هیچ وقت اشتباه نگیرید که چون یک روند صعودی حالا مثلا یک روند نزولی شکسته شده الزاما ما قراره مثلا روند صعودی داشته باشیم. این اشتباهی که اکثر دوستان ممکنه انجام بدن و معمولا هم اشتباه در میاد. الان مثلا شما اگر میخواستین مثلا بر مبنای این خط روند اینجا معامله بکنید، خب شکسته ولی باز میرفتید تو ضرر دیگه، یا مثلا میخواستید دوباره خط روند رو مثلا اینجا بذارید هم ترسیم کنید باز شکسته باز اومده پایین تر. یعنی الزامی وجود نداره که چون یک خط روند شکسته شده بخواد روند صعودی بشه. خب ما باید پس دنبال نشانه های روند بگردیم. تا اینجای کار حالا چه نشانه هایی ما میبینیم؟ خب ما یه مقاومت اینجا داریم دیگه، مشخصه اینجا هم برخورد داریم، همینجا اون سقف است که رفته بالا. یک ناحیه حمایتی دقت بکنید، ما بعضی اوقات یک نقطه رو نمیتونیم به عنوان حمایت در نظر بگیریم، یک ناحیه معمولا در نظر میگیریم به عنوان ناحیه حمایتی. یک ناحیه حمایتی میتونیم بگیم که مثلا هول و هوش این
نقطه مثلا این سقف رو میخوایم در نظر بگیریم، اینجا وجود داره برای ما یک ناحیه حمایتی. تا اینجای کار حالا شاید خیلی به ناحیهشون رو بزرگتر بگیرم، مثلا بگن اینجا که اینم میشه، ولی خب ناحیهتون خیلی بزرگ میشه، به نظرم این ناحیه رو کوچیک کنید، اینم حالا یه حمایتی بر خودش که مهم هست، یعنی اینم باز یک ناحیه حمایتی دیگه میشه با این یکی، این دوتا با هم میشن یک ناحیه. چرا حالا بگید چرا ناحیه؟ چون بعضی اوقات دوستان اون تو تئوری هست که ما مثلا یک خط مقاومت داریم، یک خط حمایت، تو واقعیت معمولا یک سری نواحی حمایت و مقاومت داریم. حتی توی این مقاومت هم ما اگر بیایم این کفرم باز وصل کنیم با این کفا، دقیقا با این سقفا، میتونه یک ناحیه برای ما باشه. ناحیه رو برای این ترسیم میکنیم که بتونه اکثر این سقف و کفا رو در بر بگیره. پس الان ناحیه که حال حاضر داره فارک توش حرکت میکنه بین این حمایت و این مقاومت و این مقاومت این حمایت زیریشه. خب حالا ما باید ببینیم که چه رفتار این قرار از خودش نشون بده. یا میاد اینجا مثلا یک واکنش رو مثبتی نشون میده، مثلا اینجا شروع میکنه رنج زدن، یا اینکه نه میاد این رو میشکنه، یه حرکت میخواد بکنه به سمت پایین که اونجوری روندش نزولی میشه دیگه، میبینید احتمال داره سقفای پایین تر بزنه، روند نزولی میشه. حالا اینجا بعد ببینیم دوباره چیکار میکنه، اگر اینم دوباره بشکنه که دوباره همینجوری به روند نزولیش ادامه میده، بعد ببینیم یعنی چه رفتاری از خودش نشون میده. یا اینکه ممکنه مثلا به عنوان مثال میگم بیاد به اینجا برسه حمایت، اینجا شروع کنه رنج زدن. پس شما به هر ناحیه که میرسه بعد رفتار قیمت رو چک کنید ببینید که قراره چه واکنشی نشون بده، چه رفتاری نشون بده. خب حالا بر اساس این تحلیلی که من انجام دادم، به نظر حال این تحلیل پایه است، میریم اندیکاتورها ابزارهای مختلفو میاریم میبینیم رو نموده، اما با همین حالا 4 تا خطی که من کشیدم، به نظر شما این نماد خرید داره، فروش داره یا نگهداری؟ خب یه سری دوستان دوباره میگن نگهداری، یه سری میگن فروش، یه سری میگن خرید. صبر و بررسی روی حمایت فعلا نگهداری. خب بریم حالا با هم موارد دیگه شو ببینیم. من دوباره از شما بعد سوال میپرسم وقتی چند تا چیز رو با هم چک کردیم. ابزار بعدی که من میخوام در حد وارد بکنم ابزار RSI هست. شما تو اندیکاتورها اندیکاتور RSI رو که سرچ بکنید، این اندیکاتور بر شما میاد. این اندیکاتور حالا ما نمیخوایم همه سیگنالاشو همه مواردشو بگیم، اما من توضیح خلاصه خدمتتون بدم. این اندیکاتور یک ناحیه 0 تا 100 براش وجود داره، میبینید اینجا 100 اینجا 0، یک ناحیه 30 تا 70 هم داره که رنگش حالا بنفش کم رنگه، و ناحیه بالای 70 سفید رنگه، ناحیه زیر 30 هم سفید رنگه. به ناحیه بالای 70 به اصطلاح میگن ناحیه اشباع خرید، که به ناحیه زیر 30 هم میگن ناحیه اشباع فروش، که اتفاقا اسم خیلی اشتباهی هم هست، یعنی چون شما رو ممکنه گمراه کنه دیگه، یعنی مثلا میگن آقا بالای ناحیه رفت شما اسم رو میشنوی اشباع خرید، ممکنه فکر کنی که پس نرم من بخرم، اشباع شده خرید دیگه. اما اکثر رشد های درست حسابی سهم معمولا اتفاقا همین موقعی که میره بالای 70. الان شما مثلا این ناحیه رو ببینید، اینجا تازه رفته مثلا بالای 70 دیگه، میبینید از اینجا که رفته بالای 70 تا اینجا که حالا حدود الان اومده زیر 70، میبینید اینجا دیگه اومده زیر 70، ببینیم چند درصد رشد داشته، حدود 60 الی 70 درصد دیگه، یعنی حدود 70 درصد تو همین بالای 70 دوستان رفته بالا. پس این که ما بگیم این در حقیقت یه دونه بالای 70 اشباع خریده اصطلاح درستی نیست، من منظورم اینه، یعنی اصطلاح درستی نیست که ما بگیم اشباع خریده پس نباید بخریم، منظورم اشباع خرید بودنش درسته، اما اینکه نباید بخریم جمله اشتباهیه. حالا شاید شما بگید که خب ما پس کجا همیشه رفت بالای 70 بخریم، مثلا اینجا اومد بالای 70 بخریم، مثلا زیر 70 نخریم. دوستان اینجا پاسخش با در حد مشخص کردن حمایت و مقاومت برای شما جواب داده میشه. الان بذارید من مثالمو براتون بزنم. الان اینجا شما میبینید من این مقاومت رو امتداد بدم مثلا ذره عقب‌تر، باز این قدیمم حمایت مقاومت بوده دیگه، میبینید یعنی قدیم هم اینجا باز میخورده بهش میرفته بالا، اینجا اومده پایین به اینجا پول بک زده، یعنی قدیم هم این دوباره نقشه حمایت مقاومتی داشته، درسته؟ حالا من میخوام به شما یک
فقط دید بدم که کجاها RSI بالای 70 خوبه، کجا RSI بالای 70 بده. دیگه ما میخوایم اینو در موردی صحبت بکنیم. خب دوستان، الان تو این نقطه، این نقطه هم رفته بالای 70 دیگه. حالا شما اگر این نقطه دقیقا بازار باشی، آینده رو نمیبینی که اومده زیر 70. دقت میکنید؟ شما که این نقطه باشید که نمیدونید آیندهش رفته بالا 70 زود برگشته زیر 70. شما فکر میکنید تازه داره میره بالا 70 دیگه، آینده رو ندیدی که بتونید تشخیص بدی که آقا داره میره بالا یا نه. اما شما حمایت و مقاومت های سهم رو که دارید، براتون مشخصه دیگه. الان ما دقیقا اگر این کندل رو ببینیم، این کندل داره کجا در حقیقت داره شروع بالای 70 رفتنش میره؟ روی دقیقا ناحیه مقاومتیمون، یعنی دقیقا عد همون نقطه ای که به اصطلاح ما دیدیم داره میره بالای 70، دقیقا همون ناحیه مقاومتی است. شاید خوش شما بگید دارم ناحیه مقاومتی رو میشکنه دیگه. دوستان شکست که با یک کندل دو کندل نیست. شما بعد وقتی یک ناحیه شکسته میشه، یه سه چهار تا کندل خوب حداقل این بالا بزنه، یه تثبیتی ببینید، بعد بخواید مثلا اقدام به خرید بکنید دیگه. برای شما تو دل همین مقاومت که دقیقا داره میره مقاومت، به اعتبار اینکه داره میره بالای 70 که نباید اقدام به خرید بکنید. پس شما اگر داره میره بالای 70 ولی زیر مقاومت، یعنی تو دل مقاومت، نباید بخرید. این نکته. اینجا الان فرقش چی بوده؟ اینجا که حالا مثلا تازه داشته میرفته بالای 70، بذارید من بیام بگم. حالا هم اینجا رفته بالای 70، اینجا رفته بالای 70، که باز اینم من توصیه نمیکنم اینجا هم شما میخریدی. چرا؟ چون دقیقا دوباره مثل همین قبلی رو مقاومت هست. شما باید تثبیت رو ببینی بعد وارد شی. الان میبینید شما اینجا میخرید، دوباره پول بک میزد پایین. اما اینجا که دوباره مثلا حالا تقریبا اینجا حرکتی داشته به سمت بالا، اینجا چطور؟ خب اینجا قضیهش با این نقطه فرق داره. شما اینجا رو مقاومت دیده بودی داره میره بالای 70، اقدام به خرید نمی کردی. اما تو این نقطه مقاومتی در قطع تو مسیرش، مقاومت اصلی شما، مقاومت اصلی این سم یه دونه اینجاست. بذارید مقاومت اصلی دیگه شما براتون مشخص بکنم. یکی حدودا این ناحیه است. شما میبینید اینجا الان شما دقیقا رو این کندل مثلا داره میره بالای 70. اینجا، اینجا که شما رو مقاومت نیستی، هنوز فاصله داری تا مقاومت، تازه اینجا داره میره بالای 70. اینجا خیلی ریسکش کمتره که شما با این بالای 70 بخوای ورود بکنی تا اینجا که روی این مقاومت است. که ببین اینجا روی مقاومت حالا ریزش کرده، اما اینجا که روی مقاومت مهم یا اصلی نبوده، تونسته در حقیقت حالا بره به سمت بالا. حالا خیلی ها سیگنالی که از مکدی میگیرن چیه؟ خیلی ها سیگنالی که از مکدی میگیرن میگن آقا موقع هایی که رفت بالای 70 ما میخریم، مثلا اینجا موقع هایی که خواست بیاد زیر 70 ما میفروشیم. یکی از سیگنال های مثلا ساده ای که ازش میگیرن اینه که همیشه هم به شما سود خوبی نمیده. حالا اینجا رفته بالا 70 شما خریدی، حالا همون نکته که گفتم رو مقاومت مهمی هم نبوده، خرید تقریبا مطمئن تریم شده از اینجا، حالا خریدی، اینجا دوباره اومده زیر 70 فروختی، تونستی 60% سود کنی. اما اینجا که رفته بالا 70 بعد یه کوچولو بعدش اومده پایین، هم میتونستی سود کنی؟ نه. اینجا که مثلا رفته بالا 70 شما می‌خریدی، دوباره اومده پایین دیگه، نهایت شما 2-3% حتی کارمزد میدادی، ضرر و خارج می‌شدی. یعنی سیگنال همیشه هم جواب نمیده. خیلی مهمه که داره رو مقاومت این اتفاق میفته یا نه، مثلا بین حمایت مقاومت داره این اتفاق میفته. چه بسا چه بهتر که مثلا بعد از شکست حمایت، بعد از شکست مقاومت و مثلا اینجا شما ببینید نزدیک اون ناحیه حمایتیه ببینید. اینا هر کدومش به شما کمک میکنه که آقا مثلا این ناحیه بالا 70 الان خوبه من بخرم یا نه. و خدمتتون گفتم سیگنال عادیش هم که توضیح دادم به چه شکله. یکی دیگه از سیگنال هایی که با RSI معمولا، حالا سیگنال خریدش هم، سیگنال خریدش که همون توضیح دادم، سیگنال فروشش هم که توضیح دادم از بالا 70 بیاد پایین. خیلی سیگنال در حقیقت این که از زیر سی هم بخواد بیاد بالای سی بخرن، هم در نظر میگیرن که من اینو زیاد سیگنال خوبی نمیدونم. الان مثلا اینجا زیر سی بوده اومده بالای سی، آیا رشد خاصی آنچنان کرده؟ حالا اگه رشدی هم کرده باشه بعدش معمولا نزول میکنه. مثلا اینجا زیر سی بوده رفته بالای سی، آیا رشد خاصی بعدش کرده؟ این سیگنال بالای 70ش معمولا یه مقدار معتبرتره تا دقیقاً اون قسمت زیر سیش که شما بخواید در نظر بگیرید. این از این نکته. حالا دوستان یه استفاده دیگه ای که از RSI میکنن چیه؟ واگرایی. واگرایی مفهومش یعنی چی؟
واگرایی یعنی اینکه آقا من قیمتم مثلا داره یه حرکتی به سمت بالا میکنه، مثلا سقفی داره به سمت بالا میزنه، اما اندیکاتور من داره مثلا خلاف جهتش حرکت میکنه، سقفی پایین تر میزنه. میبینید اسمش هم روشه دیگه، واگرایی. یعنی آقا این دوتا رفتار خلاف جهت هم دارن انجام میدن، بهش میگیم واگرایی. به اصطلاح آیا همیشه باید رو سقف باشه؟ نه، ما واگرایی تو کف هم داریم. یعنی شما اگر مثلا دید رفتار قیمت توی کف هم با اون اندیکاتور مثلا فرق داشت، باز واگرایی. این مثلا کفش به سمت پایین اومده، این کفش به سمت بالا رفته، اینم باز واگرایی. کلا هر رفتار خلاف جهت قیمت و اندیکاتور با هم رو میگیم واگرایی. توی RSI شما باید این واگرایی رو دنبالش تو ناحیه‌های بالای 70 و زیر 30 بگردید. اینا از همشون معتبرتره و کلا توصیه میکنم تو اون ناحیه دنبالش بگردید. الان مثلا بخوام یه واگرایی مثلا براتون پیدا بکنم، ببینم این سهم واگرایی داره. حالا اینجا آنچنان نمیشه دقیقو، ولی اینم میشه واگرایی در نظر گرفت، اما خیلی اعتبارش پایینه. چرا؟ چون اینجا این سقف تقریبا برابره، اما اینجا رفته به سمت بالا دیگه. اینجا رفته به سمت بالا، رفته به سمت بالا، اما اینجا برابر. حالا بعضی جاها شما میبینی رفته بالا، این پایین تره که اون خیلی بهتره اگه ببینیدش. اما اینجوری هم پیش میاد بعضی اوقات که اینا ثابته، اون یکی اما رفته بالا. خب پس شما اینجا اگر اینجای بازار بودید، با این بالای 70 رفتن شما خریده بودی، با این زیر 70 اومدنه میتونستی بفروشی، یا با دیدن این واگرایی قبلش. پس سیگنال فروش هم واگرایی معمولا به شما میده. مثلا واگرایی دیگه ببینیم داشتیم ما. اینجا مثلا واگرایی خوب داشتیم. شما ببینین اینجا رو، این سقفا پله پله داشتن میرفتن بالا دیگه، درسته؟ اما اینجا سقفا چطور پله پله داشتن میومدن پایین. هر سه تا سقف هم بالای 70 دیگه، دقت میکنید؟ بالای 70 و پشت سر هم. آه دقیقاً، بعضی اوقات سه تایی هم پیش میاد، فقط دو تایی نیست. شما اینجا میبینید که دقیقاً واگرایی منفی داشتیم و بعدش هم که حالا ریزش دقیقاً اتفاق افتاده. ولی واگرایی بعضی اوقات هستش که فیل بشه، یعنی همیشه هم درست از آب در نمیاد، چون همه روش های تحلیل تکنیکال بالاخره میتونه درست بعضی اوقات در بیاد، بعضی اوقات هم نه. خب الان بخوایم حال حاضر نماد رو ببینیم، واگرایی خاصی آنچنان نداره، زیر سی هم آنچنان نیومده ما بخوایم بگیم آقا واگرایی مثلا خاصی داره. ولی میشه نیمچه واگرایی اینجا در نظر گرفت، مثلا بگیم آقا این کفش اومده بالاتر، اینجا کفش حالا مثلا تقریبا یکسانه، مثلا همون خطه که گفتم بعضی وقت تو یک سقف میشن، مثلا اینجا. اینجا هم میتونیم بگیم آقا مثلا یکسانه، اما زیر سی آنچنان نیست دیگه، ولی حالا چون نزدیک های سیه باز اینم میپذیریم. میشه گفت این آقا یه واگرایی نیمچه واگرایی هستش، ولی همونطور که خدمتتون گفتم این واگرایی مثبت میشه دیگه، چون روی کف ها ما داریم پیداش میکنیم و میبینیمش، این رو بهش میگیم واگرایی مثبت. حالا این واگرایی کی دقیقا میتونیم بگیم دیگه درست از آب در اومده؟ الان میبینید پس چند تا چیز با هم ترکیب شد. ما هم یک دیدیم روی حمایتیه، یک واگرایی مثبتی دیدیم. این واگرایی مثبته کی فیل میشه، یعنی از دست میره؟ موقعی که این مقاومت رو بشکنه دیگه. شما ببینید این مقاومت رو اگر بشکنه، این کفه میاد پایین تو اندیکاتوره، حالا ممکنه در حقیقت دیگه واگرمون فیل بشه دیگه، از دست بره، چون هم حمایت از دست، یعنی اونجا اون واگر مثبت ما فیل شده، ممکنه بیاد پایین تر، اون واگر ما دیگه اثر نداره. اما اگر از همینجا شروع کنه حرکت به سمت بالا، واگر ما میتونیم بگیم عمل کرده و مثلا تا اینجا میتونه اولین هدفش بیاد بالا. خب این حالا RSI هم ما با هم بررسی کردیم، پس فعلا اوضاع RSI فعلا بد نیست، مگر اینکه این ناحیه از دست بره و اینا بشکنه، و اینجا هم الان یه خط روند سعودی هم براش کشیدیم دیگه. خب حالا با این چیزایی که من بر اساس دقیقاً خط روند و واگر اینا گفتم، به نظرتون الان اوضاع چجوره؟ خرید، فروش یا نگهداری؟ خب دوستان میگن نگهداری نماد مناسب تر، نگهداری، خرید، خرید 160 عالیه. خب من توصیه‌ام حالا چیه به افرادی که این سهم رو دارن؟ برای افرادی که این سهم رو دارن دقت کنید، برای اونایی که دارم توصیه میکنم که فقط این سهم رو دارن، به نظرم یک حد ضرر برای خودتون تعیین بکنید. حد ضرر رو هم همین ناحیه شما در نظر بگیرید، همین ناحیه که الان با هم مشخص کردیم. اگر این نماد این ناحیه رو از دست بده، احتمال اینکه بخواد تا این نواحی بیاد پایین هست، یعنی حدود چند درصد ضرر میشه؟
احتمالا یه 10% بخواد افت بکنه اگر اینو از دست بره. یعنی افرادی که دارن میتونن یک حد ضرر برای خودشون نگه دارن که دقیقا بتونن بر اساس اون در حد باسه هم بمونن، و اگر اومد پایین دیگه حداقل 10% ضرر بیشتر نکنن. خب و میگم حد ضرر رو رعایت کنن دیگه. اگر هم که دقیقا اینجا حرکت کنه به سمت بالا که اولین هدفش همینجاست، یعنی اولین هدفش میتونه راحت هم 2000 تومن باشه. یعنی اگر ما واکنش های مثبتی ببینیم، کندل های خوبی ببینیم و حالا اعلام های دیگه، میتونه تا اینجا دقیقا بیاد بالا. حالا دوستان بریم چند سهم دیگه ببینیم. من روش های دیگر رو روی سهم دیگه بگم دیگه، همه رو بخوایم رو نماد بگیم، فیبو هم میبینیم ولی خب رو نمادهای دیگه بریم چند تا نماد متنوع ببینیم، یه همش روی یک نماد نمونیم. خب بریم با هم خودرو رو ببینیم. خودرو یه اکثرا سوال همه هست، رو بازار هم اثر داره، نماد مهمی هم هست یعنی برای بازار. خب اینو حالت لوگاریتمی بکنید حتما. حالا من اینو میبندم، شما خالی این رو فقط ببینید، بعد به من بگید که الان نماد خودرو خرید داره، فروش یا نگهداری. خب هیچ کدام روند نزولی، رنج هست، فروش، نگهداری، خرید، با حد ضرر نگهداری، صبر. خب بریم با هم ببینیم، بریم با هم ببینیم اوضاعش از چه قراره. همون چیزهای عادی رو دیگه بدون توضیح من ترسیم میکنم دیگه، توضیحش رو تو قبلی ها دادم، حالا چیزهای جدید رو توضیح میدم ولی این چیزهای قدیمی رو به نظرم بدون توضیح فعلا ترسیم بکنم دیگه. اینکه چرا اینجوری ترسیم شد اینا رو و اونو ترسیم نکردم دیگه مشخصه دیگه. خب این به این علت، و دوباره نواحی مهمش رو هم مشخص بکنم. اینجا دوباره یک ناحیه مهمه، اینجا هم در قد یک ناحیه مهمه. خب الان یک خط روند صعودی کوچیک اینجا داشت که این رو شکست، الان با یک روند نزولی حالا تقریبا کوچیکترش میتونیم بگیم داره ادامه میده. حالا میتونیم از این بکشیم، از این فعلا سقف اصلیش که اون، حالا اینو ببینیم آیا درست شکسته یا نه. پس فعلا این خط روند صعودی اینجوری کوچیک داره، خط روند نزولی کوچیک هم داره، هنوز درست حسابی خط روند کوچیکش رو نشکسته. فعلا روند خود رو توی در حقیقت یک روند، آها یه سوال خوبی پرسیدن یکی از دوستان، گفتن چرا قله آخری رو نمیگیرید در خط روند، منظورشون اینه، یعنی چرا اینو نمیگیرید، آیا این خط روند اشتباهیه؟ نه دوستان، اینم خط روند درستیه، اما یک نکته که وجود داره از اینجا به بعد، حدودا میبینید از اینجا به بعد، من منظورم از اینجا به بعد اینجاست، بذارید از اینجا به بعد ماهیت نماد ماهیت رنج شده. چرا رنج؟ خب سقف قبلی درست حسابیش، مثلا این سقف کوچیکه منظورم نیست، سقف قبلی درست حسابیش اینه دیگه، میبینید الان این سقفی هم که اینجا درست کرده رو این ناحیه است. یعنی ما کیا اصلا روندمون میگفتیم رنج، برای این بودش که آقا روند رنج سقفا تو یک ناحیه، کف هم حدودا تو یک ناحیه دیگه، اصلا قانونش. وقتی دیگه شما میبینید سقف بعدیت داره تو یک ناحیه ایجاد میشه، الان میبینید دوتاش دوتا سقف، این سقف درست حسابیه دیگه، شما یک سعودی داشته الان داره سقف درست حسابی، تو وقتی میبینید که تو یک ناحیه ایجاد میشه دیگه روند ماهیتش عوض شده، یعنی دیگه روند رنج نیست، شما میتونید اون رو ترسیم بکنید. حالا احتمالا تو بالا رفتن قیمت هم یک مقاومتی بهش نشون میده، اما اون خط روند دیگه روند نزولی داره به شما نشون نمیده، هر چیزی که هست داره به شما یک مقاومت نشون میده، میگه آقا مثلا یک مقاومته، حالا میگم روند نزولیه ولی به شما نشون نمیده. اما تا قبل از این شما اگه دقت کنید سقف ها داشته میومده پایین دیگه، ماهیت نزولی بوده، اما از اینجا که این سقف دیگه درست شده ماهیت
در حد رنج شده. پس اینم به این علت که من رو اون آخری نکشتم، چون ماهیت عوض شده. شما میتونید اون رو به عنوان یک مقاومت ترسیم بکنید، اما با اون نمیتونید بگید روند رنجه، چون به خاطر اون، یعنی با اون بگید روند نزولیه چون خلط روند نزولی کشتم. نه، ماهیت روند از اینجا به بعد دیگه عوض شد، چون سقفش اومد توی یک ناحیه. خب این از این. پس دوستان الان ما توی یک روند رنج قرار داریم. ماهی گفتم هم چرا، چون سقفای درست حسابیش اومد توی یک ناحیه، کفاش هم درست حسابیش اومد توی یک ناحیه، پس اینا با هم میشه یک روند رنج. و پس الان توی یک حالت رنج قرار داره. پس ما توی یک حالت رنج میتونیم بگیم آقا نقاط مثلا کم ریسک واسه خودرو میشه این کفه. دقت کنید نمیگم بی ریسک، میگم کم ریسک، یعنی ریسک این ناحیه کمه. چرا؟ چون کف این ناحیه رنج دیگه. همراهان گرامی، بذارید من تصویر رو هم به اشتراک بذارم. خب دوستان، حالا من یه پرانتز باز کنم، حتما داخل نظرسنجی شرکت بفرمایید. من همه نظرات شما از اون رو کامل میخونم و در حالت حالا چه در مورد کلاسی که الان با هم دیگه داشتیم، چه در مورد در حالت حالا کلیات سایت آموزش، اگر نکته پیشنهادی انتقادی هر نکته داشتید میتونید ثبت کنید، من دونه دونه نظر شما از اون رو میخونم. و همچنین این لینکی که الان در خدمتتون پین میکنم، این لینک صفحه اول کلاس شما، اگر روش کلیک بکنید وسط صفحه زیر همون محورهای اصلی کلاس و زیر عکس کلاس، اونجا یک فرمی قرار داده شده. شما اگر شمارتون رو وارد بفرمایید، همکاران بنده با شما تماس میگیرن، به صورت کاملا رایگان خدمتون در حال مشاوره سرمایه گذاری میدن. یعنی شما نه نیاز هست پرداختی داشته باشید، به صورت رایگان هست و خودشون هم تماس میگیرن. باز شما هم نیاز نیست تماس بگیرید، با اینکه خود مشاوره رایگان، خودشون تماس میگیرن و خدمتون در حال مشاوره رایگان سرمایه گذاری رو میدن. خب اسخای میکنم. این از این نکته. خب حالا با همین نماد رو دیدیم، بریم یک نماد دیگر رو ببینیم که ببینیم که باز به چه شکله. خب نماد دیگه که میخوام در حال با هم بررسی بکنیم، نماد و عرس هست. دوستان پرسیدن، بذارید من این رو هم هاید بکنم. این چی مکشم؟ خب دوستان، این نماد به نظرتون خرید داره، فروش یا نگهداری؟ گفتم با چه سایتی تحلیل میکنید؟ من با سایت ایزی تریدر الان دارم تحلیل انجام میدم. خب دوستان میگن خرید فروش، خرید فروش. خب بریم ببینیم که به چه شکل. خب این نماد یه ذره جنسش با نمادهایی که دارن دیدی فرق داشته. اکثرا توی دقت کردی، اکثرا تو روند رنج بودن یا نزولی بودن دیگه، اما این یه مقدار متفاوته. از چه نظر؟ چون این فعلا که حالا مثلا بخوایم خط روندهای متفاوت واسش ترسیم بکنیم، فعلا که حالا یک روند خط روند سعودیه اینجوری داره برای بلند مدت، یه خط روند سعودیه مثلا کوتاه مدتی هم میتونیم بگیم اینجا داره، که حالا خط روند سعودی کوتاه مدت رو حالا فعلا که نشکسته، حالا بالاش بسته شد. داری استخواهی میکنم من یه قلوب آب بخورم. خب اینجا حالا خط روندش رو درست بکشیم، آنچنان درست حسابی هم در حقیقت حالا نتونسته اون خط روندش رو بشکنه و همینجا در حقیقت تونسته یک برگشت به سمت بالا حالا فعلا داشته باشه. فعلا حالا درست حسابی یعنی نشکست، معتبر نبوده شکستش. خب این حالا از خط روند و موارد دیگرش. حمایت مقاومتش کجا میشن؟ مقاومت که حالا یه دونه همین سقف که این بالا ساخته میشه، یه دونه هم این سقف حالا تاریخیش میشه، به اصطلاح تاریخ قبلیش اینجا میشه
که اینا بهترین حمایت مقاومت های فعلیش میشن. حالا حمایت کوچولو هم اینجا داره که اینا حالا در نظر نمیگیریم، خیلی کوچیک. ایچیموکوش رو ببینیم چی میگه. ایچیموکوش که تو کل این مسیر به جز اینجایی که اتیک اومد پایین، یعنی اینجا که میگفت آقا بالای ابر سعودیه، اینجا اتیک گفت حالا نزوله، دوباره روند سعودی شد، اینجا حالا دوباره بالای ابر سعودیه. فعلا پس در حد ایچیموکوش هم به ما نمیگه که آقا این قرار نزولی انجام بده. بریم با هم RSI شو ببینیم. البته یه سیگنالی که حالا ممکن نزول داده باشه اینه که میبینید این خط تین کانسل و کی جونسن دارن، البته فکر کنم اومدن زیر هم خواستم هم دارن، آره دیگه میبینید هم دیگه قطع کردن، آبی اومده زیر قرمز. من گفتم یکی از سیگنال ها اینه دیگه، موقعی که مثلا آبی میره بالای قرمز به اصطلاح میگن سعودی شده، موقعی که میاد پایین میگن نزولی شده. حالا فعلا اولین زنگ خطرش خورده که آقا این آبی اومده زیر قرمزه، یعنی این حالا اولین زنگ خطریه که مثلا براش خورده. و گفتم قیمت معمولا باید بالای این دو تا خط، حالا به اصطلاح اینکه جون سنا قرار بگیره، ولی الان داره تقریبا میاد زیر این خط. بریم با هم RSIش هم ببینیم، ببینیم که RSIش چی میگه، بعد با هم بریم فیبوناچی هم رو همین نماد بند توضیح بدم. خب البته بذارید اونا باش، چرا اونو پاک کردم. خب ایچیموکو رو برمیدارم، بریم RSIش رو با هم ببینیم. خب RSIش چی میگه به ما؟ RSIش میگه آقا من اینجا یک واگرایی دارم، داشتم همچنان هم دارم، یعنی هم اینجا این سه تا سقف رو شما میبینید، من پر رنگ ترش بکنم، این سه تا سقف داره به سمت بالا میره، حالا رنگش هم عوض بکنم قرمز. اینجا چطور میبینید این سقف فقط به سمت پایین داره میاد. حالا اینجا شاید تو اولی بگید برابره که گفتم برابرم قبول دیگه، حالا سومی که پایین، حتی اینم با قله قبلیش هم باز یه جورایی میشه گفت. ببینید این بالا، این از همشون پایین تر، یعنی یه باگره بین هم این قله و اون قله، هم بین اون سه تا قله داریم، یعنی دو تا باگره منفی روش روی نماد داریم که مثلا اینجوری در حد واگر منفی دارن. خب پس این از واگرایاش، اینم از RSIش، اینم از خطوط روندش. ایچیموکوش هم با هم دیدیم، حالا من دوباره ایچیموکوش میارم. خب حالا به نظر شما الان این نماد خرید داره، فروش یا نگه داریم؟ خب اکثر دوستان میگن فروش، نگه داریم. فروش دو سوم. الان باز با هم بررسیش میکنم، الان میخوام برم سراغ فیبوناچی. خب ولی خب دیگه اینجا یه حمایت واضحه دیگه، برای همه از آن باید مشخص شده باشه دیگه. اینجا هم این خط روندشه، رونده در قد بلند مدتشه، هم این سقفشه، یعنی اینجا حمایت تقریبا خوبه واسش، اگرم حالا این خط رونده از دست بره، یعنی از دست بره اینجا حمایت خوبش، یعنی الان قیمتش حدود 150 تومنه دیگه، حدود 130 تومن واسه جای بدی نیست. حالا بعد ببینیم که واسه چی میشه. بریم حالا با هم فیبوناچی ها رو اینجا ببینیم و کاربردش متوجه بشیم. فیبوناچی چیه؟ چه کمکی به ما میکنه؟ حالا ما نمیخوایم اینجا زیاد مبحثش رو باز بکنیم چون فرصت کلاس نمیشه، فیبوناچی خودش دو ساعت کلاسه. اما بخوام خیلی خلاصه خدمتون توضیح بدم، فیبوناچی دو تا کار اصلی برای ما میکنن. آقا ما بعضی اوقات یک روند صعودی داریم، بعد داره یه اصلاحی انجام میشه، ما میخوایم بدونیم این اصلاح تا کجا قرار انجام بشه. یه نقطه مثلا اینجا A داریم تا B میره بالا، قرار یک اصلاحی انجام بده، ما میخوایم بدونیم آقا اصلاح تا کجاست. الان سوال ماست، یکی به ما اینجا کمک میکنن که با ما میگن آقا تا کجا قراره این اصلاح ادامه دار باشه. یه جا دیگه که با ما کمک میکنن اینه که آقا ما اون روند سعودیه رو داشتیم، اصلاح هم انجام دادیم، حالا مجدد داره میره به سمت بالا، میشه دیگه بالاخره جلسه اصلاح تموم میشه، مجدد داره میره به سمت بالا. سوال بعدی اینه که آقا کجا این اصلاح، ببخشید، این روند به سمت بالا تموم میشه. این دوتا سوال اصلیه که فیبوناچی ها با ما کمک میکنن که ما بتونیم این رو پیدا بکنیم. حالا چجوری کمک میکنن؟
ما از دو نوع فیبوناچی اصلاحی یا ریترسمنت یا و فیبوناچی اکستنشن استفاده میکنیم. فیبوناچی اصلاحی چیکار میکنه؟ فیبوناچی اصلاحی در واقع اسمش معلومه دیگه، اصلاحو میخواد به ما بگه، همین نقطه ای که آقا به ما اصلاح تا کجا آدمه داره، میگه آقا منو دو تا نقطه بهم بده، یکی نقطه A هم گفتم شروع رونده، یکی نقطه B. من نواحی احتمالی که قرار اصلاح تمام بشه رو برات اینجا مثلا با خط مشخص میکنم. میبینید یه سری نواحی اومده با این خط مشخص کرده برای شما، و فقط نکته ای که بعد در نظر داشته باشید، وقتی نمودارتون رو حالت لگاریتمیه، شما بعد حتما تو تنظیمات فیبوناچیتون برید رو این چرخ دنده بزنید یا تنظیماتش، و این تیک انتهای قسمت نحوه نمایشی که گفت آقا بر روی لگاریتمی باشه، میرین اینجا هم نوشته لگاریتمی، اینو تیکشو بزنید چون نموداراتون لگاریتمی، این هم تیکش بزنید که روحلت لگاریتمی باشه. بعد میاد این نواحی براتون مشخص میکنه، میگه آقا این نواحی احتمالی بازگشت قیمت، یعنی شما روی نواحی میتونی مثلا بری کندل ها رو چک بکنی، ببینید چه کندل هایی داره زده میشه روی نواحی، حالا تابلو سهم رو چک بکنی، موارد دیگه بدونی تشخیص بدی قرار از این ناحیه برگرده یا نه، این ناحیه رو میشکنه میاد ناحیه پایین تر. شاید خیلیاتون بگید خب آقا کدوم از این ناحیه ها ناحیه مهمتریه نسبت به بقیه؟ عدد 618 کنه یه عدد خاصیه، اینو اگر قرار یک عدد مهمی در نظر داشته باشید، این عدد 618 مد نظرتون باشه. اینم پس از این نکته که در مورد فیبوناچی اصلاحی بود. خب فیبوناچی اکستنشن چی به ما میگه؟ میگه آقا یه A داشتم مثل همون قبله، یه B داشتم، حالا دیگه یه C هم دارم، چون دیگه اصلاح تمام شده یه جا بالاخره دیگه، اینجا یه سی هم دارم، حالا میخوام بدونم تا کجا میره بالا. پس این قاعدتا برخلاف این فیبوناچی اصلاحی که دو تا نقطه از ما میخواست A B، سه تا نقطه بعد بخواد دیگه A B C. الان شما میای اینجا فیبوناچی اکستنشن انتخاب میکنیم، یه نقطه اول به من بده A، یه نقطه دوم به من بده B، یه نقطه سوم هم دقیقا این ناحیه پایینش رو برای من مشخص کن که اینم C. اینم باز دوستان مثل اون یکی فیبوناچی که با هم مشخص کردیم، تو تنظیماتش بیان این تیکه لگاریتمیشو حتما بزنید وقتی نمودارتون لگاریتمی. اینم میاد سری نواحی احتمالیه که دوباره قیمت میتونه تاش بره به سمت بالا رو براتون مشخص میکنه، و اینم باز مثل همون فیبوناچی ضرایب 618 اهمیت خاصی دارن، حالا چه میخواد 1.618 باشه، 2.618 باشه، این کلا ضرایب فیبوناچی هم مد نظرتون باشه که آقا اینا اهمیت برای من دارم. پس اینم کلیات این چیزی که ما خواستیم از فیبوناچی ببینیم. حالا ببینیم روی این نماده و عرض چجوری ما مثلا میتونستیم ازش استفاده بکنیم. خب یه استفاده ای که ما ازش میتونستیم بکنیم اینه که خب واضحه که روند صعودی قبلیش اینجا تمام شده دیگه، یعنی این بی ما بوده، درسته؟ حالا ما میخوایم بدونیم آقا این اصلاحش که داشت مثلا رخ میداد و اینا تا کجا ادامه داره. خب حالا من یه سوال میخوام از دوستان بپرسم. دوستان به نظر شما A که ما باید در نظر بگیریم مثلا این A شروع رونده یا نه این A، یا اصلا نه مثلا این A، به نظر شما کدوم A؟ A از این بالا 1 2 3؟ بالاخره یه روند ما شروع شده دیگه. دقیقا دقیقا، اکثر دوستان دارن درست میگن. دوستان فرقی نداره ای ما کجا باشه، ای ما بستگی به اون دید ما داره. ما میتونیم شروع روند رو از اینجا ما در نظر بگیریم، اگه زوممون کم باشه میتونیم بگم اینجا اصلاحی کرده، از اینجا زوممون یه ذره بیشتر باشه میتونیم بگیم که نه اینجا شروع بوده رفته بود. که حالا من این ای رو به شخص زیاد توصیه نمیکنم، چون میبینید قیمت تا این ای یکله اومده پایین، یعنی حتی پایین تر از ای هم رفته. خب این نمیشه پایین تر از A بیاد، یعنی تو باشه A و B وقتی تایم میکردیم C باید دیگه قبل از رسیدن به A تمام بشه، پس این زیاد حالا A درست حسابی نمیتونه برای ما باشه. حالا شاید این بد نباشه اینو مثلا در نظر بگیریم، چون حالا به این نرسیده حداقل، با اینکه این نقطه رسیده ولی حالا باز این A بهتریه. این هم میتونه A باز بدی نباشه، این هم A باز بدی نیست. حالا نقطه که مهمه، شما بعد چند تا A رو با هم دیگه ترسیم بکنید دوستان، یه نقطه PRZ در بیارید. یعنی چی؟ حالا من A ها رو تنها تنها بکشم اول. شما میای اینجا فیبوناچی اصلاحی، این رو A در نظر میگیری، اونم B، امتداد میدی، این هم حواستون باشه حتما لگاریتمی باشه. خب الان ببینید این نواحی هستش نیم
که اینجا میبینید واکنش داشته قشنگ، اینجا به 786 واکنش داشته، اینجا به 618 واکنش داشته. میبینید قشنگ نقاطی که به عنوان حمایت و مقاومت میتونست بر شما باشه رو این A پیدا کرده. یعنی تو پایین اومدن شما مثلا میتونست بگید 382 احتمالا باید برگرده، اما چون واکنشی از قیمت نمیدیدی میومدی میگفتی نیم نیم، چون واکنش نمیدیدی میگفتی آقا 618، 618 واکنش نمیدیدی میدیدی 786 که اینجا واکنش قیمت میدیدی میگفتی احتمالا اینجا برگرده. تو بالا رفتنش دوباره همین، میگفتی آقا 618 واکنش ببینم واکنش منفی نشون میده، میدیدیم نه، مثلا میرفتیم بالاتر نیم میبینیم واکنش منفی نشون داد، آره اینجا پس میشد هدف ما. پس میبینید خیلی راحت اومده برای شما این سری حمایت مقاومت رو پیدا کرد. حالا بریم ای دیگر رو ترسیم بکنیم، مثلا اون ای و نه این ای. از اینجا بگیم شروع روند ما بوده. این ای هم شما بیا ترسیم بکنیم مثلا به این شکل، باز میبینی که یه سری نواحی تقریبا مهم وسط دارم پیدا که حالا زیاد اینجا نواحی مهم نبود، ولی اینجا شما میبینید به 382، اینجا به نیمش، اینجا دوباره نزدیک 382. بعضی از ای ها برخوردهای بیشتری بر شما تشکیل میده که اونها ای های معتبرتریه. پس تا الان ای که دیگه خیلی ای خوبی بود این بود دیگه، دومی آنچنان خوب نبود چون برخوردهای زیاد خوبی بهش نشد، ولی ای اولیه حقیقتش بخوام بگیم برخورداش خوب بود دیگه. خب این یکی رو بیام با هم چک کنیم ببینیم این یکی ای چی میگه. این یکی رو از اینجا اگر بذاریم و اون رو بی در نظر بگیریم، این هم میبینیم خدایی برخورده خوبی داره، یعنی چون حالا نواحیش زیاد هم فاصله داره اما نواحیش برخورده درستی داره، هم 236 یه مقاومت خوب بوده، همین 382 و اینم باز مثلا یک ای خوب بود. من حالا اینم ای در نظر بگیرم دوستان، بذارید اینم یه ای. پس اون ای خوبی بود، میگم هی ای های متفاوت رو چک کنید ببینید کدوم ای بهتره. این ای خوب بود، اینم ای در نظر بگیرم ببینم این چطوره. از اینجا هم میشه گفت فکر روند شروع شده دیگه، هر جایی که معمولا دیگه از اونجا سعودی میشه شما میتونید بگید روند از اونجا شروع شده. یه اینجا من در نظر بگیرم، حس میکنم این بدک در نمیاد. آره اینم خوبه، میبینید هم اینجا برخورد داشته رو این 382 هم اینجا. پس ما الان سه تا ای خوب اومدیم پیدا کردیم، حالا این یکی ای که اصلا واکنش زیاد خوب نبود پاک میکنیم، اینم باشم پاک میکنیم. خب حالا این سه تا ای که ما پیدا کردیم اینجا و اینجا و اینجا، ما الان که بخوایم نقاط پی آر زد رو در نظر بگیریم بعد این سه تا رو بیایم همزمان بکشیم دوستان. همزمان یعنی چی؟ یعنی که ما بیایم الان این ای که من اینجا بود و یه بار دیگه میکشم درست کشتم دیگه، آره این ای که اینجا هستم رو درست میکشم دوباره، این ای هم میکشم دیگه، ستایی یعنی من ترسیم میکنم. حالا یه مقدار زوم میکنم دوستان، دقت کنید زوم میکنم، یه سری از این خطوط رو میبینید از فیبوناچی های مختلف کنار هم افتادن، بعضیش خیلی فاصله دارن میبینید اینقدر با هم فاصله، بعضیش هم کنار هم یا دیگه دقیقا عین هم افتادن. این نواحی رو میام برای خودم با یک دقت حالا مستطیلی هر چیزی مشخص با این یه ناحیه است، این دوباره یه ناحیه است نزدیک همه، اینم که دقیقا رو همه، پس ناحیه مهمیه. اینجا ها پی آر زدی نداریم آنچنان و یه دونم اینجا حالا سه تا شوردن رو هم افتادن دیگه. اینو پس من میام مشخص میکنم. خب حالا من میام اینا رو پاک میکنم فیبوناچی که کشیدم دیگه، الان که پی آر زد پیدا کردم دیگه زیاد کاربرد نداره. خب من اومدیم پس سه تا پی آر زد برای این نماد پیدا کنم، یعنی سه تا ناحیه مهم قیمتی. شاید خیلیتون بگید خب میبینید و خیلی به این پی آر زد واکنش در حد داره دیگه، میبینید هم اینجا به اینجا به اینجا به اینجا به همه جاش در حد واکنش داره و دقت بکنید ما آینده رو انگار تونستیم پیدا بکنیم، ما ای و بی رو از قبل داشتیم دیگه دوستان، دقت میکنید. الان من بیام شما فکر کنید اینجای بازارید درسته، من بر اساس این سه تا ای اومدم یه سری پی آر زد مشخص کنم اینا، یعنی اصلا من در آینده نمیدونستم آقا این قراره بخوره به این پی آر زد نخوره به این پی آر زد، اصلا نمیدونستم که، من فقط این بی ار میدونستم اینجاست، این ستایی هم میدونستم اینجاست، اما قیمت که اومد پایین میبینید به این پی آر زد شما خیلی واکنش های خوبی نشون داد، یعنی تو پایین اومدنش دقیقا میبینید هم به اینا یعنی قشنگ میتونست برای شما سری حمایت و مقاومت خوب و مهم رو این پی آر زد پیدا بکنه و بتونید ازش استفاده بکنید.
جا افتاد برای دوستان اینکه پیارز چجوری میتونیم پیدا بکنیم و استفادهش به چه شکله؟ خب اینم از این نکته. حالا بریم اون گفتم وقتی از قیمت فاصله داره چه فایده؟ نه دیگه، خدمتتون گفتم ما اینجا که بودیم این نواحی مشخص شده بود. حالا من میرم الان آیندهش پیدا میکنم، الان خواستم بگم که آقا این ریزش هم شما میتونستی حمایت مقاومت های خوب رو پیدا بکنی. گفتن خودتون انتخاب نگاه کردید به کدوم بیشتر واکنش نشون داده، دل بکنید ما چند تا مگه میتونیم پیدا بکنیم. یکی از دوستان گفته خب شما رفتی ای هایی که برخورد بهتری داشته رو انتخاب کردی. یه نکته مد نظرتون باشه، ما چند تا ای مگه گزینه داریم؟ بذارید من ای هایی که شما میتونید احتمالی پیدا کنی بگم. یکی این ایه، درسته؟ یکی این ایه دیگه، اینجاها که ای نمیتونید پیدا کنید. یکی این ایه که ما با هم پیدا کردیم گفتیم زیاد خوب نیست. یکی هودن این ایه، شروع این، یعنی اینجا یه اصلاحی انجام داده این ایه. یکی هودن میتونیم اینجا رو بگیم ایه. یکی هم همینجا دیگه، حالا اینجا چون اینم یه اصلاحی داشته بعد از اینجا شروع شد. یعنی شما غیر از این چند تا ای شد الان؟ 1 2 3 4 5 6، یعنی ما 6 تا ای آیا بیشتر داشتیم توی این مسیر؟ از این 6 تا من اومدم 3 تاش رو، 3 تا شما اصلا فرض کنید که آقا نمیدونسته از این 6 تا کدومش خوبه، بیشتر از دیگه 6 تا حالت بود دیگه، شما هم قرار 3 تاش رو حداقل با هم ترکیب بکنید. یعنی بعید بدونم بیشتر از 2 الی 3 حالت مثلا اینکه حالت ترکیب بخواد وجود داشته باشه. و معمولا هم حالا نه اینکه اونا بی تاثیر باشه، من گفتم اینا تعداد برخورداش بیشتره، اینم برخورد داشت اگه خاطرتون باشه، اما برخورداش کمتر بود. و یه نکته بعدم که اینجا مهمه، شما فرض کن اصلا اومدی آقا دو تا حالت پیارز ترسیم کردی، دیگه اینجا که مثلا واکنش قیمت و اینجا رو به این نواحی دیدی، میتونی اون پیارزت خوبا رو پیدا بکنی دیگه. دیگه در آینده وقت میدونی آقا من بر اساس مثلا این سه تا A، این سه تا ای پی آر زدای خوبی پیدا کردم که توی پایین اومدن رو اینا و اینا واکنش گرفتم، پس بر اساس همین سه تا هم میام پی آر زدای بعدی رو تعیین میکنم و میبینید که در آینده هم باز همینا واکنش گرفتن، یعنی صرفا برای اون نقطه اول نبوده. اینم پاسخ اون عزیزمون که سوال پرسیدن. خب بریم حالا، الان حال حاضرم خدمتتون توضیح میدم دیگه، حال حاضر بازارم الان با هم میبینیم. خب اینجا حالا برخلاف اون فیبوناچی اصلاحی که تا الان برای ما کارا بود و دقت، حالا یه نکته هم من بگم، این که باز کدوم A بهتر جواب میده رو من تو کلاس فیبوناچی معمولا کامل باز میکنم، الان فرصتش نیست. تو کلاس های فیبوناچی کار معمولا هر 3-4 هفته خودم برگزار میکنم، شرکت بکنید. حالا یه روش غیر از اینکه برخورد دارم چک کنید برای اینکه A های معتبرتر رو پیدا کنید توضیح میدم. خب این از این نکته. حالا دوستان الان ما حالا پله پله هی میریم جلو تا برسیم به حال حاضرش. شما الان فرض کنید که اینجای بازارید، دوباره ما آینده رو نمیخوایم ببینیم، اینجای بازارید. خب من اینجا بیم میشه اینجا دیگه، این ناحیه. ای های من کجا میشن؟ ای های من آقا یه ای خوب تقریبا اینجا میشه، اینجا میشه، حالا بین اینا هم میشه، ولی این دوتا حالا یه نکاتی بخوام از پیدا کردن ای خوب بگم، معمولا ای هایی که یه اصلاح عمیق تری دارن ای های بهتری هن. اینا مثلا اصلاحش کمتره، پس این و این مثلا ای تقریبا بهتری میتونن برای من باشه. من میام این دوتا ای ها رو بر اساسشون فیبوناچی ما ترسیم میکنم. این فیبوناچی اصلاحی، این هم مثلا فیبوناچی اصلاحی. خب اون نواحی که نزدیک همه رو میام برای خودم مشخص میکنم. فقط دوستان نزدیک بودن به هم الزامن بعد نسبت به هم نزدیک باشن دیگه، مثلا این الان نزدیک به هم نزدیک پی آر زد، دیگری چون نزدیک به هم آنچنان نداریم، شاید این نواحی که تقریبا نزدیک هم هم بتونیم در نظر بگیریم، چون نواحی دیگه ای نداریم آنچنان به هم نزدیک باشن، به خاطر هم میریم پله بعدی که مثلا یک کوچولو به هم نزدیک ترن. حتی اینو بالایش هم میشه در نظر، یعنی انگار دو تا ناحیه پی آر زد بوده کنار هم، پس اینا با هم ترکیب میشه، میشه این ناحیه پی آر زد بزرگ اینجا. و الان که من بیام این فیبوناچی رو پاک بکنم، تو این پایین اومدن میگفت آقا این باکس یک باکس مهمه، اگر این از دست بره مثلا ممکنه تا اینجا بیاد، که میبینیم از دست نرفت، تو همین باکس کارش جمع شد، دوباره حرکت کرد به سمت بالا. خب حالا فرض کنید ما اینجا ماجراییم، یه پله بریم جلوتر،
من دوباره خط رو بکشم. فرض کنید اینجای ماجره. الان دیگه این سقفی که ما اینجا داشتیم رد شده توسط قیمت، پس اصلاح ما تموم شده. حالا ما میتونیم یه A و B و C بکشیم دیگه. الان این B ماست همچنان، ولی اصلاح ما هم مشخص شده کجا تمام شده. اینجا C، این A، این هم همون A بودی. A که ثابت، حالا میشه A دیگه هم در نظر گرفت. خب حالا من میخوام بگم آقا تا کجا میره بالا، سوالی که تا الان به چه شکل بوده. یعنی الان ما میخوایم بدونیم که آقا تا کجا میره بالا دیگه، سوال A B C داریم، میخوایم بدونیم تا کجا میره بالا. خب من بیام این A B C ها رو ترسیم بکنم، این اکستنشن یه دونه از این A میکشم به این B، یه دونه به این C. این هم حواسم باشه که لوگاریتمی باشه، که هست. ببینید تو این بالا رفتن مثلا به این 786 خودش واکنش داده، اینجا به این یکی یه حالت پول بکتور داره میزنه. پس تو بالا رفتن به این نواحی ما یه واکنش هایی نشون داد، اینجا مثلا به نیمش واکنش نشون داد. حالا اون یکی رو بکشیم، اون یکی ای بی سیه، ای بی سی. این یکی هم تقریبا دقیقاً همون نواحی به ما گفت، یعنی به اون نواحی پی آر زد. حالا ما می‌خوایم پی آر زد، چون بر اساس اینا هم میشه پیدا کرد. یه دونه این ناحیه میشه، این ناحیه هم برای من پی آر زد، اون نواحی بالاترش نه، این ناحیه هم حدودا میتونیم بگیم هست دیگه. اینا نواحی پی آر زد در حد قیمت هستن. حالا تو اصلاح هم احتمالاً به اینا واکنش های نشون میده، و اگر بخواد بره به سمت بالا که اهدافش مشخصه دیگه، یکی این یک، یکی این 1.68، دوباره 1.68 اینه. یعنی اهدافش هم براتون اهداف آیندهش رو مشخص میکنه و پیدا میکنه. خب حالا این یه توضیح بودش از روش فیبوناچی که من خواستم خدمتتون توضیح بدم که دوستان آشنایت داشته باشن. حالا با کلیات این هم صحبت کردیم در مورد فیبوناچی و حالت های مختلف، حتی این هم شما میتونه ای بی سی در نظر بگیرید دوستان، بالاخره این هم یک روند دیگه، این A، این B، این هم C، میشه دیگه A B C. میخوام بیریم مثلا تا کجا میره بالا. این دوباره A مون، این B مون، این C مون، اینجا سیگاره. الان میبینید نقطهی به ما گفت آقا مثلا این ناحیه که قرار واکنش منفی بده رو نشون داد. پس شما با روندهای کوچیک بزرگ با همه چی شما میتونید این در واقع موارد رو بررسی بکنید. خب حالا تا اینجا ای کار که ما اینا رو توضیح دادیم، موارد دیگه الان به نظرتون اوضاعش چجوریه؟ خرید داره، فروش داره، نگهداری داره، این سهم به نظرتون باید چیکار بکنه؟ خب بسید دوستان میگم فروش، نگهداری، خرید نه، فروش. خب الان آخرین روندش هم بخوایم با هم چک کنیم، میشه گفت آقا دیگه آخرین روندش این بیه، اینا ایهای مختلف هم دیگه داره اصلاح میکنه دیگه. آخرین دیدی که ما میتونیم با فیبوناچی ازش بگیریم اینه که من الان بیام اینجا یه دونه اصلاحی فیبوناچی از این ای بکشم به اون بی، یه دونه هم از این ای بکشم به اون بی. حالا پی آر زداش رو پیدا بکنم. دوستان این که میگم پی آر زدا رو پیدا بکنید به این معنی نیست که بقیهشون دیگه کم اهمیتن ها، چون بقیه رو بیخیال بشی، نه بقیهشون هم مهمه، اما این پی آر زدا مهمتره. حالا مثلا یه پی آر زد خوب، این دوتا میبینید خیلی نزدیک همن، اینجاست، یه پی آر زد دیگرش هم اینجاست، حالا اون پایین هم هست. حالا فعلا این دوتا نزدیک قیمتش رو مشخص بکنیم. پس الان بخوایم آخرین تحلیل رو با فیبوناچی بشه بشه، آقا این تو این اصلاح دوتا پی آر زد داره، یا مثلا میخواد از این برگرده، یا اینکه نه اینو میشکنه میاد پایین میخواد برگرده، یا نه اینو بشکنه دوباره میره تا پی آر زد پایین ترش. نواحی احتمالی بازگشتش احتمالا این سه تا ناحیه، اگر بخواد در حد مثلا پایینی هم بیاد، اونا نواحی احتمالی هستن که براش وجود دارن. اینم پس از این نکته که با هم دید. بریم یه نماد دیگر رو ببینیم، دوستان نمادهای مختلف بگن. خب اخابر فلان شستا. خب
بریم با هم کمنگنز رو ببینیم که دوستان گفتن. دوستان این نماد نظرتون چیه؟ خرید، فروش، نگهداری؟ نظرتون اوضاع از چه قراره؟ خب دوستان میگن خرید نه، نگهداری، فروش. خب نظرات متنوع هست. خب ببینم نظرات دوستان کامل چی عنوان میشه. بریم با هم حالا با دیدهای مختلفمون چکیش بکنیم ببینیم اوضاع از چه قرار. خب دوستان الان ما بخوایم یه تحلیل روش داشته باشیم، باید اولا خب یه خط روند نزولی ما میتونیم واسش ترسیم بکنیم. حالا این رو شاید شما بگید که نه من ترجیح هم رو ترسیم اینه. این خط روند نزولی به نظرم از اینجا به بعد ماهیت عوض شده. میبینید دو تا سقف تقریبا روی یک ناحیه کفات، یعنی به نظرم ماهیت اینجا تغییر کرد. و نواحی مهمش رو چجوری مشخص بکنیم؟ اینجا مثلا اون ناحیه مقاومتیشه، اینجا این ناحیه تقریبا حمایتیش میتونه باشه، این ناحیه هم حدوداً ناحیه حمایتی بعدیش. الان به نظرم اینجا قرار داره، بین این سه تا ناحیه داره حرکت میکنه. یک خط روند صعودی هم میشه واسش ترسیم کرد، مثلا اینجوری که بگی مثلا این هم خط روند صعودیشه. خب الان به نظرتون اوضاع از چه قراره؟ خرید، فروش، نگهداری، الان که این خط روند رو کشیدیم. خب پله خرید نگهداری. خب بریم با هم، من میخوام الان یه روش دیگر رو وارد کنم کم کم به کار. یکی از دوستان گفت رنگش بده. خب مشکی، میخوام یه روش دیگر رو وارد کنم. ما الان ایچیموکو با هم دیدیم، RSI دیدیم، فیبوناچی دیدیم، خطوط روند دیدیم، PRZ دیدیم. دقیقا یکی از دوستان گفت کانال رسم کنیم بهتره. الان میخوام وارد کانال های قیمتی بشم. بالاخره اونم یک روشه. بریم کانال های قیمتی رو ببینیم ما چجوری میتونیم ازشون استفاده کنیم. دوستان نحوه ترسیم کانال های قیمتی مثل نحوه ترسیم خطوط رونده. شما الان مثلا چجوری میایید دو تا کف رو به هم وصل میکنید، یه خط روند میکشید، یا مثلا میایید دو تا سقف رو مثلا به هم وصل میکنید خط روند میکشید، کانال قیمتی هم به همین شکل، به همین نقش شکل ترسیم میشه، با تفاوتی که آقا اون کانال قیمتی یک میدلاینی و یک سقفی هم داره. الان مثلا من میخوام یک کانال واسه این ترسیم بکنم، چجوری میشه؟ شما میان از این دقت قسمت و دقت قسمت پارالل چنل رو انتخاب میکنید، کانال قیمتی براتون میاد. حالا من کانال ها رو باید متفاوت بکشم ببینیم کدوم جواب میده، ولی حالا توضیح میدم اصلا چرا دارم اینجوری میکشم. این کانال الان به نظرم کانال خوبیه. علتش چیه؟ توضیحات منو بشنوید اول. علتش اینه، خب کفش که مثل این خط رونده، شما مثلا این ستاد نقطه رو به هم وصل کردی، فرض کن میخوای خط روند بکشی، میدلاین و سقفش رو چرا من اینجا گذاشتم؟ چرا سقفش رو اینجا نذاشتم؟ چرا اینجا نذاشتم؟ چرا میدلاین رو اینجا نذاشتم؟ ببینم دوستان پاسخی دارم واسهش. چرا من اینجوری منظورم ترسیم نکردم اینجوری؟ به نظرتون چرا؟ چرا اومدم اینجوری ترسیم کردم؟ گفتم برخورد بیشتر داشته، معتبرتره، برخورد میلاین به قیمت نزدیکتره. دقیقا دوستان دارن درست میگن. دوستان شما باید، حالا کفش که دیگه مشخصه سه تا خط رو به هم بس، اما میدلاین و سقف رو شما باید جایی بذارید که بیشترین برخورد ها وجود داره. الان میبینید اینجا واقعا برخورد عالیه، هم میدلاین اینجا برخورد خوب داریم تو همه قسمت، هم اینجا به سقفش برخورد خوب داریم. ولی خب شاید سوال واسهتون پیش بیاد اینکه پس این تیکه که بیرون زده چی؟ این تیکه چی؟
دوستان، موقع هایی که یک کانال سعودی ها از سمت بالا میشکنه، مثلا اینجا شکسته شد، شما یک کانال کشیدی حالا شکسته شد، یک کانال سعودی از سمت بالا میشکنه، شما باید یک کانال هم اندازه همون بالاش ترسیم بکنید، هم اندازه هم کپی نکنید، به صورت چشمی. الان مثلا این اندازه چقدره؟ بذارید من بکشم پارالل چنل. خب اینجا دقیقا کفش رو بذارید این سقف این کانال، موقعی که کانالتون شکسته شده اندازه چشمیش الان من ترسیم میکنم. الان این شما ارزای کانال رو ببینید هم اندازن دیگه، به این خاطر میگم چشمی چون کپی کنید ابعادش به هم میز، هم اندازن دیگه. میبینید اگر شما یک کانال از همین ترسیم کردید، هم به این تقریبا میدلانش واکنش خوبی داشتید، همینجا سقفش در حقیقت براتون پیدا شد. پس شما الزامی نیست که آقا بیا حتما من همه سقف و کف رو روی یه دونه کانال ترسیم کنم، نه، شما یه کانال ترسیم میکنی، برخورده خوب رو میدلاین و سقف میگیری. اگر حالا اون کانال سودی که ترسیم کردی به سمت بالا مثلا اینجا شکست شد، یه کانال هم اندازه اون ترسیم میکنی، هم هدف میدلاینش میشه هدف شما، هم هدف سقفش. به راحتی شما میتونید در حد اهداف حالا قیمتی بعد از اون بالا رفتن پایین اومدنش هم مشخص بکنه. الان پس اینجا کانال سودی ما الان کامل شد، الان درست شد. پس بر دوستان جا افتاد که چرا من نیومدم اونو ترسیم کردم، که چرا اینجوری ترسیم کردیم. گفتن در کف و سقف سایه ها بالا و پایین، شما این محدوده رو در نظر بگیرید دیگه، حالا بعضی جا ممکنه نظر پایین تر باشه بعضی جا بالاتر، محدوده بالاخره محدوده مهمی بود. شما چون دو کف متوالی نیستن و کف دومی کفی نیست که سقف متوالی سقف قبلی رو شکسته باشه. یکی از دوستان میگه این خط روند، خط روند درستی نیست، خط روند مشکیه. نه دوستان، به این شکل نیست. هر کف قیمتی، اصلا تعریف روند سعودی یعنی چی؟ یعنی کف های قیمتی ما پله پله برن به سمت بالا. و تعریف خط روند سعودی چیه؟ اینه که آقا دو تا کف دقیقت روند رو که به سمت بالا رفتن شما به هم وصل، یعنی شما این هم حتی خط روند نباسد. پس خط روند از دو تا دقیقت نقطه شما میتونید ترسیمش کنید. الان کانال های متفاوت ترسیم میکنیم با هم، الان با هم کانال های متفاوت ترسیم میکنیم، ولی خواستم یه دید بدم. گفتم که آقا شما کف کانال رو میذاری میدلاین سقف، جایی که بیشتری برخورد داره. اگر حالا سقف شکست، شما یه کانال هم اندازه همون بالاش میکشید، اون میدلاین و سقف میشه اهداف بعدی اون مورد در قیمت شما. خب حالا با این دیدی که الان داریم، به نظر شما این نماد خرید داره، فروش یا نگه داریم؟ بعد الان در شکلم خلوت تر میکنیم. گفتن کانال ها رو از سقف هم میشه کشید. بله دیگه، کانال از سقف بکشید میشه کانال نزولی. الان با هم میکشیم. خب بذار من اینا رو، پس دیدیم نظر متفاوت بود دوباره خرید و فروش. حالا بریم با هم یک کانال نزولی بکشیم. دوستان الزامی هم نیست حتما کانالی مثلا کانال بزرگ و طولانی باشه، کانال های کوچیک هم داریم. مثلا همین روند رنج رو ببینید، روند نزولی رو ببینید اینجا. خب ما اینجا میایم یه دونه کانال نزولی مثلا میکشیم، دقت کنید این دفعه دیگه میاد به سمت پایین و قرار شد میدلاین و کفش هم بذاریم جایی که بیشترین برخورد داره. اسخای میکنم الان ما بر اساس این دو تا سقف اومدیم این کانال رو کشیدیم، میدلاین و کفش هم گذاشتیم جایی که بیشترین برخورد داره. حالا یه سوال، آقا فرض کن این اینجا میومد اینو میشکست، چه اتفاق میافتاد؟ هیچی، شما میومد یه کانال دوباره هم اندازه همین زیر این ترسیم که هم اندازه شده میشه اینجا دیگه، هم میدلاینه برای شما میشد هدف ریزش، هم این کفه برای شما میشد هدف ریزش. پس اینکه یک کانال نزولیتون بشکنه مثلا از جهت پایین یا بالا، نگران نباشید، اتفاقا به شما کمک میکنه اهداف بعدی رو پیدا بکنید. پس اینم یک کانال نزولی که ما الان اومدیم مثلا روی این تیکه کوچیک کشیدیم. الان اینجا هم میشه یک کانال سودی کشید. بعد شما الان اینجا مثلا اینو به هم وصل بکنید، اینجا هم مثلا فعلا این کانال سودی شماست.
داره داخلش حرکت میکنه. حالا شما مثلا فرض کن آقا این بیاد بره بالا، اینم بشکنه، اینجا نباید خب اصلا شما نگران بشید بگید الان خب چیکار کنم، این سقف شکست شد. شما میاید دقیقا اندازه همین کاناله رو دوباره بالاش میکشید دیگه. اینم حالا روشی که دارم بر اساس کانال خدمتتون میگم، اما الان بی‌نهایت روش اینجا تو کلاس ما هم بررسی کرد، اما این روش کانالیه، داریم بر اساس کانال تعریف میکنیم. این کانال که شکسته شد، حالا این میدلاین و دوباره این سقفه میشه اهداف شما. پس اصلا جای نگرانی نداره دیگه، شما هم میتونید کانال های متفاوت و صعود و نزول بکشید که الان آخرین کانالش هم با هم کشیدیم. حالا شما مثلا فرض کن این بیاد این کانال از پایین بشکنه، دقت کنید این حالتی که گفتم یک کانال هم اندازش میکشید فقط در صورتی بود که در جهت اون روند شما شکسته بشه. ما مثلا کانال سودی داشتیم، کانال سودی از بالا شکست، خب ما یک کانال هم اندازش کشیدیم. یا مثلا اینجا یک کانال نزولی داشتیم، اگر از پایین میشکست یک کانال هم اندازش میکشیدیم. اما اگر کانال سودی شما از پایین بشکنه، شما نه اینجوری کنی یا مثلا یک کانال سودی اینجوری بکشی هم از زیرش، نه این کار اشتباهه دیگه. وقتی کانال سعودی شما شکسته میشه، احتمالا یک کانال نزولی تشکیل میشه برای شما، مثلا به عنوان مثال اینجوری. اون موقع دیگه شما بیا این کانال نزولی رو ترسیم بکن و حالا بر اساس اون تحلیل بکن. پس شما کانال سعودیتون وقتی از بالا میشکنه یک کانال هم اندازش بالاش میکشید، کانال نزولیتون وقتی از پایین میشکنه، اگر کانال نزولی از بالا بشکنه مثل مثلا همینجا که از بالا شکسته، ما نیومدیم مثلا این کارو بکنیم که بیا مثلا یک کانال نزولی هم اندازش بخوام دوباره ترسیم بکنیم، یک کانال دیگه عوض شد دیگه، کانال شد سعودی. پس اینم از این نکته که چجوری از کانال ها بتونیم استفاده بکنیم. دوستان کانال ها براشون جا افتاد که به چه شکله؟ اینم روش در حد کانال ها. پس ما الان کانال ها رو با هم دیدیم، ایچیموکو رو دیدیم، تلتک کلاسیک رو دیدیم، RSI رو دیدیم. بریم حالا با هم شاخص کل رو هم ببینیم دیگه، شاخص کل حیف نبینیم. خب این شاخص کل، حالا دوستان شاخص کل به نظرتون اوضاع چجوریه؟ صعودیه، نزولیه، به چه شکله؟ و میگن رنج، نزولی، نامعلوم، سعودی، در جای حساسی هست. بریم ببینیم موضوع شاخص از چه قراره. خب همون چیزای کلاسیک اول بیایم با هم پیاده بکنیم. یه شاخص رو میخوام با همه روش‌ها تقریبا تحلیل بکنم که دیگه کامل برای دوستان جا بیفته. خب بیایم بر همون چیزایی که بلد بودیم تحلیل انجام بدیم. ما گفتیم آخر خط روندهای متفاوت میشه کشید دیگه، یک گفتیم این نزولیه، یک گفتیم مثلا اینم شاید بد نباشه بکشید، که گفتم این دومیه بهتره. چرا بهتره؟ هم شیبش یه مقدار تون نیست مثل قبلیه، هم نزدیکتره به قیمت ما، همین که در حال سقفای خوبی هم در بر گرفته دیگه. پس دفتشون درسته، این حالا بهتره، یعنی و اینجا هم دیگه ماهیت عوض شد، یعنی چون اینجا ماهیت عوض شده به نظرم این بهتره. خب الان حال حاضرش تو چه موقعیتیه؟ الان حال حاضرش تو یک روند رنج قرار داره. اگه دقت بکنید یک محدوده اگر ما در نظر بگیریم، اینجا دقت حدوداً تو یک سقفی قرار داره و دقت اینجا هم یک کفی قرار داره. حتی میتونید محدودتون رو بزرگتر هم در نظر بگیرید. الان ما هم بازنگری رو مرد. کفش که اینجاست، کفش که اینجاست، اما سقف شما شاید بتونیم این محدوده رو هم در نظر بگیریم، یعنی این محدوده سقف، این به نظر هم بهتر، این محدوده سقف ماست. پس الان توی یک روند رنج قرار داره که دقیقا این میشه سقفش، اون میشه کفش و دقیقا با این شکل داره حرکت میکنه فعلا به نظر من. البته اینجا هم یک حمایتی داره، اینجا یک حمایتی داره، یعنی این هم حالا با یه رنگ دیگه میذارم که شما، اینجا حمایتی داره، این اگر از دست بره، این حمایت از دست بره تا این پایین میتونه بیاد، اما اگر از دست نره از همینجا ها میتونه دقیقا واکنش مثبت نشون بده برگرده. پس این حمایتی هم اون وسط ها داره. خب حالا بیایم بگیم ایچیموکوش چی میگه. ایچیموکوش میگه آقا اینجا صعودی بود، بالای ابر بود، این تیکه اومده بود زیر ابر نزولی شده بود، الان میگه بالای ابر، ولی اینجا دوباره میگه آقا اومده زیر ابر. دقت میکنید اومده زیر ابر، میگه فعلا روند نزولیه مگر اینکه بخواد مثلا اینجوری برگرده بیاد دوباره بالای ابر. یعنی هیچ موقع به ما میگه آقا روند حال حاضر نزولیه،
روند حال حاضر رو میگه دیگه، این ابره که داره به ما میگه، میگه فعلا روند حال حاضرش نزولیه. بعد مثلا میتونیم با هم حتی کانالم بکشیم، یکی از دوستان گفت بذار الان یه کانال قیمتی من ترسیم بکنم به عنوان مثال، مثلا میخوام چند تا کانال روش بکشیم، یه دونه کانال قیمتی دقیقا شما میتونید از اینجا بکشید بالفرض، این میشه مثلا اون کاناله، آره این بهتره، این حالا میشه شکست فیک در نظرش، کانال نزولی شما اینجا، اون کانال نزولی به سمت بالا شکسته، ما میتونستیم یک کانال سعودی ترسیم بکنیم، حالا ذره شیبش کم میشه اب نداره، رنگش هم سبز کنم که مشخص بشه، آره دیگه حدودی میگم بیشترین برخورد مد نظرتون، حالا این یه تیکه رفته بالا اب نداره، شما گفتم اونا رو در نظر نگیر، این سقف و اینم میدلاین که اینم میدلاین معتبری بود اینجا برخورد داشته، اینم میدلاین شکسته، فعلا توی کانال سعودی خیلی کم شیب داره میره و نزول اون پرشیبش رو در واقع تمام کرده، به این دید میشه بهش نگاه کرد. و مثلا بخوایم فیبوناچیش هم با هم چک کنیم، بذارید روند کوچیکش رو با فیبوناچی چک کنیم، مثلا فرض کنید آقا ما اینجا بودیم، این بی، این A، این هم سی، میخواستیم بدونیم تا کجا میره بالا، اهداف بالا رفتنش رو میخواستیم ببینیم دیگه، میومدیم اینجا فیبوناچی اکستنشن، این A، این B، این هم سی، حتما هم تو تنظیماتش میرفتیم تیک لوگاریتمش رو میزدیم و به ما میخواستیم ببینیم اهداف رو بالاخره میگه ما کجا بخریم یا نه دیگه، اینو من فقط دقیق تر بکشم، این A، اینم بی، آره دیگه اونم سی، میبینید که الان مثلا روی ناحیه 1.618 که من گفته بودم مهمه، اهداف ما رو به ما گفت و مثلا داره الان به سمت پایین میاد، اگه بخوام مثلا اصلاحیش هم الان چک بکنیم میتونیم دیگه، مثلا میتونیم بگیم آقا این بیه، این دوتا ان، شما میبینید هی دارم با روش های مختلف میگم که شما بتونه هی دید بگیری، اینجا دوباره شما میگه مثلا فیبوناچی اصلاحی انتخاب میکنی، یه بار از این ای ترسیم میکنی، میبینید الان مثلا اینجا به این ناحیه خورده مثبت شده، هم دوباره میتونید اینجا در نظر بگیرید، میاین حالا اون نواحی که نزدیک همه رو برای خودتون علامت میزنید که یکیش میشه این ناحیه، مثلا حالا خود این ناحیه هم نزدیکه ولی مثلا نسبت به بقیه مقدار دورن دیگه، این ناحیه، اینا مثلا تقریبا میشن پی آر زد. پس شاخص کل الان رو پی آر زدش بر اساس این روند هم در حقیقت قرار داره و در حقیقت مثلا میتونیم بگیم اینجا حمایتش بوده. بریم حالا یه دید کانال بلند مدت طور هم داشته باشیم، ببینیم کانال بلند مدت ما میتونیم واسش بکشیم، میام اینجا در حقیقت دوباره کانال ها رو پیدا میکنم، خب من یک کانال بکشم ببینیم چجوریه، این به نظرم کانال بدی نیست، این کفا رو در بر داره، این سقف هم در بر داره، یک کانال هم اندازه این، حالا بعد بالاش بکشیم، هم اندازش میشه اینجا دیگه حدودا، حالا شاید ذره بزرگتر، آره دیگه اینجا حدودا واقعا هم اندازه میشه، حالا این تیکا که بالا رفتم میگم ابن نداره، شما میتونید کانال دوباره بالاش بکشید، اینجا میشه گفت کانال بدی نیست چون اینجا حالا به میدلش سری واکنش داشته، به سقفش داشته، حالا واکنشش کم بوده ها ولی بالاخره واکنش خاص خودش رو داشته، میشه مثلا اینجوری هم بهش نگاه کرد با این دید، میخوام مثلا دید بلند مدت میخوام اینو خدمتتون نشون بدم که با دیدهای خیلی بلند مدت هم میشه بررسی کرد، مثلا یه هفته بریم ببینیم این یه هفته شاخص کله دیگه، ببینیم مثلا روی هفتهش هم میشه کانالی کشید یه کاری کرد، ما دوباره میایم اینجا پارالل چنل انتخاب میکنیم، اینو مثلا فرض کنید ما بکشیم، این میشه کانال اولمون، میبینید اینجا به این میدلاین واکنش داشتیم، به سقف داشتیم میدلاین اینا، خب وقتی اینو میشکنه گفتیم چیکار میکنیم، یه کانال هم اندازش بالاش میکشیم دیگه، یه کانال میخوام هم اندازش بکشم، هم اندازش اینه دیگه، آره هم اندازش اینه، میبینید
پس شما اگر اینجا بودی این کانال شکسته میشد، اگر میومد یک کانال هم اندازه این بالاش میکشیدی، میتونستی بفهمی که آقا حدودن، یعنی حدودن دیگه میتونستی هم رد کن، اما حدودن میتونستی که آقا اینجا احتمالا شاخص گیر میکنه چون سقف این به اصطلاح کانال است، یا موقعی که داشت میومد پایین میتونستی احتمالا بگی آقا اینجاها میدلاین کانال است، احتمالا اینجاها بازار جمع میکنه در حد اون ریزششون. حتی تو این بالا رفتن میتونست مثلا اینجا دوباره بگی اینجا، حتی اینجا هم میتونست بگی این میدلاینه مثلا. پس دوستان خاطرتون باشه دیگه، این یک کانال سعودی که حالا با هم کشتیم و هزینه‌های بالا مدت هم با هم چک کردیم. خب دوستان امیدوارم حالا این کلاس براتون مفید بوده باشه، تونسته باشید استفاده لازم رو ببرید. حتما حتما داخل لینک نظرسنجی شرکت بکنید، من همه نظرات شما عزیزان رو میخونم و سعی میکنم تو کلاس ها پیادهش کنم، چه کلاس های خودم اگر نظری دارید، چه در مورد کلیات سایت آموزش نظری دارید، مثلا این چیزی بهبود پیدا کنه، دقیقا مثلا این چیزی کمه، یه مطلبی شما دوست دارید که تو کلاس های ما برگزار بشه که نیست، یا مثلا هر موضوع دیگه ای، لطفا داخل نظرسنجی نظرتون رو به من اعلام بکنید. من نظرات همه شما عزیزان رو میخونم، یعنی همین الان اتفاقا بعد کلاس هم میخونم، اینجوری نمیذارم که مثلا بگذره. همین الان بعد کلاس تمامی نظرات شما عزیزان رو میخونم. تو این کلاس سعی کردیم یک مرور کلی رو تحلیل تکنیکال داشته باشیم، فیبوناچی رو بگیم، کانال ها رو بگیم، ایچیموکو رو بگیم، RSI رو بگیم، تحلیل تکنیکال کلاسیک رو بگیم، سعی کردیم اکثریت موارد رو بگیم با مثال های مختلف، ببینید شما دوستان براتون جا بیفته. حتما داخل لینک نظرسنجی شرکت بفرمایید و خسته نباشید. خدا نگهدار.